آدم ها آزادن که انتخاب کنن که نمیخوان. آدم ها در تصمیم گیری هاشون خطا میکنن. انتقاد بهش وارده که بعضا جاهایی وجود داره که ناهوشیارانه باعث میشه که تصمیمات ما تغییر بکنه. ولی اینجوری نیست که توی اقتصاد رفتاری تماماً داره از یه سری مکانیزم‌های ناخوشیار استفاده میشه که آدم ها اصلاً از وجودش هیچ آگاهی ندارن. اقتصاد رفتاری میتونه خیلی اثر بخش باشه. مثلا شما فرض بکنید دولت بیاد بگه که من میخوام سواد مالی رو افزایش بدم. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی وجود داره به نام انصاف. اقتصاد رفتاری خیلی میتونه به دولت کمک بکنه، به خصوص که الان دولت به کسری بودجه شدید مواجهه و به نظر میرسه که این کار براش مقرون به صرف است.